علی حسین قاضی زاده همکارم از لندن به ما پیوسته. آقای قاضی زاده خوش اومدین. 6 ماه اعتراضات مستمر در زاهدان. خیلی ها میپرسن چه چیزی باعث استمرار اعتراضات در زاهدان شده؟ زاهدان چه ویژگی داشته و روند این اعتراضات به کدام سو میره؟ ببینید، ظلم تاریخی که حکومت در واقع به این بخش از جامعه روا داشته، همه بخش های کشور در واقع برخوردار از این ظلم حکومت جمهوری اسلامی بودن و هستند. منتها بخشهایی از ایران به شکل مضاعفی در واقع درگیر این ظلم هستند، از جمله همین بخش که در واقع مربوط به اقلیت‌های دینی هست، مربوط به اهل سنت هست و استان‌هایی مثل کردستان، مثل در واقع سیستان و بلوچستان بیش از جاهای دیگه در واقع تحت این ظلم بودن. این ظلم تاریخی یه جایی کارد رو به استخون میرسونه و باعث میشه که مردم همون شکلی که در کردستان و زاهدان دیدیم هم به خیابون بیان. حضور مولوی عبدالحمید در تداوم اعتراضات زاهدان نقش خیلی کلیدی ایفا کرده. این روزها در واقع مطالبات مردم ایران از زبان در واقع مولوی عبدالحمید بیان میشه. به نوعی زاهدان امروز قلب تپنده انقلاب ایران هست، به طوری که حتی یک هفته هم نگذشته اعتراضات در اون منطقه خاموش باشه و هر هفته مردم خیابون اومدن، شعارهایی دادند که تقریبا غالب اونها شعارهایی بوده که شعارهای مردم ایران در سراسر کشور بوده. مولوی عبدالحمید هر هفته خواسته هایی رو بیان کرده که خواسته عمده اونها خواسته های انقلاب ایران بوده، خواسته های مردم بوده و این چیزی که حکومت رو بسیار بسیار به وحشت انداخته که امروز این صحنه هایی که با هم دیدیم رو در واقع شاهدش بودیم. به مواضع مولوی عبدالحمید اشاره کردین، مواضع روشنی داره علیه سیاست های جمهوری اسلامی. چقدر فکر میکنید در جایی ممکنه که به نوعی همسویی و همگرایی برسن و به نوعی جمهوری اسلامی تلاش بکنه تعامل بکنه با مولوی عبدالحمید و هوادارانش؟ ببینید، اتفاقی که امروز افتاده من میتونم بگم بزرگترین تقابل حکومت جمهوری اسلامی در تاریخش با اهل سنت هست. به اندازه یک جنگ نظامی اونجا لشکر بردند، از هر ساختمون مشرف بر مصلای زاهدان الان تکتیرانداز مستقر کردن. در همه سطح شهر اینها نیروهای سرکوبی که در شهرهای دیگه رفتن نیستن، اینها نیروهای نظامی هستن، نیروهایی که برای جنگ میرن و اصلا به نوعی بسیار بسیار شدیدتر از هر جای دیگری رفتند که در واقع اگر درگیری پیش اومد با دست باز بتونن در واقع قتل عام کنند. این هیچ نشانی از تعامل نداره. تعامل مسیر مشخصی داره. شما اول باید هویت طرف مقابل رو به رسمیت بشناسی، بعد قائل به گفتگو با اون آدم باشی، بعد یک پروسه طی بکنی که آرام آرام این یخهای دو طرف آب بشن و هم نزدیک بشن. از ابتدای انقلاب مهسا تا کنون چه در زاهدان چه در جاهای دیگه، هر حرکتی که جمهوری اسلامی کرد در واقع فاصله بین حکومت و مردم بیشتر و بیشتر شد. به خصوص در زاهدان ما دیدیم که زبان تهدید باز کردن و یک جا حتی ندیدیم که بخوان گفتگو بکنن، بخوان بیان که آقا ما بخشی از این خواسته ها رو میپذیریم و بخشی از این ظلم هایی که در واقع در اون منطقه به شکل ساختاری روا داشتیم رو سعی در برطرف کردنش میکنیم. هیچ اینها در واقع مشاهده نمیشه، بلکه فقط زبان سرکوب، زور و چیزی مشاهده میشه که در واقع پیام‌آور این هست که هر لحظه ممکن شرایط در منطقه بدتر هم بشه.